سلام و درود به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی برنامه چالش ها. توجه شما را به بحث و گفتگوی این هفته جلب میکنم. آقای تویدی، با تشکر از شما، اگه اجازه بدین بپردازیم به بحث بحران های درونی رژیم و موقعیت آخوند روحانی. دو ماه میدونید که از انتخابات گذشته، ارزیابیتون از وضعیت روحانی بعد از این دو ماه چی هست در رژیم؟ بله، الان 24 تیر هستیم. بله، انتخابات رژیم در 29 اردیبهشت برگزار شد. در واقع همچنان که خودتون اشاره کردین، دو ماه گذشته. توی این مدت خامنه ای سیاست خیلی قاطع و جدی رو به پیش برده. بله، بعد از که مهندسی شکست خورد، که میشه گفت بحران انتخابات رو زنده نگه داشته. تمام سخنرانی‌هاش، تمام موضع‌گیری‌هاش، تمام بسیج دستگاه پاسداران و دستگاه مطبوعاتی و رادیو تلویزیون و باند اون جوری عمل کردن که انگار نه انگار در رژیم آخوندی انتخاباتی برگزار شده و در رژیم آخوندی بازنده و برنده‌ای در کار بوده. حتی صحنه آرایی های سخنرانی هایی که خامنه ای داشت، مثلا قالیباف رو کنار همون سران دستگاه می آورد میذاشت، در حالی که این بابا الان دیگه شهردارم به زور میتونه باشه و ترکیب شورای شهر و ایناش هم عوض شده. یعنی کاملا اون آرایش رو و همون ادبیات و دیالوگ انتخاباتی رو ادامه داد، برای اینکه تا میتونه این روحانی رو تا تنفیذ که 12 مرداد برنامه ریزی شده بود به صابونه در تعادل. و در صحبتاش هم به صراحت میگفت که تو در کابینه جدید، در حاکمیت، نمیتونی نیروهای افراطی یا پاسداران لیست گذاری شده سپاه رو که سرکردگان سپاه و اینا رو که خارجی ها میخوان نباشن، اینا رو کنار بذاری، اینها باید باشن. حالا شما بهشون میگید افراطی، اینا نیروهای خلاص سیستم هستن. و این فشارها رو روی روحانی ادامه داد. هفته پیش این علم الهدی که نمایندش در مشهد هست، امام جمعه مشهد است و در واقع خانه خراسان شده، الان به درزن این آخوند رئیسی هم هست. بله، این در نمایش جمعه گفت که خلاصه قوه قضاییه باید بیاد حتما به تخلفاتی که تو انتخابات شده رسیدگی کنه، و این هم استیفای حقوق عامه است و حرف رهبره. و یعنی یه تیغی بالای سر روحانی که باید تقلبات بررسی بشه و معلوم میشه اصلا تو چجوری انتخاب شد. همین علم الهدی قبل از انتخابات هم تو همون جنگ و جدال هایی که بینشون بود یه بار به صراحت گفت تاش آقا 90% هم شما رأی بیارین، هر کسی رأی بیاره هیچ اعتباری نداره، مگر اینکه ولی فقیه تنفیذ کنه، و اگر اون تنفیذ نکنه اصلا مشروعیت نداره و به حساب نمیاد. قبل از این هم که خبرگان رژیم، یعنی قبل از هفته پیش، در روز پیش، مثلا در دو هفته پیش، خبرگان رژیم یه بیانیه ای داد، البته سر علی فقیه بود، که آقا منتها خطاب به روحانی بود که خلاصه مسئله رأی و اینها اصلا اصالتی نداره تو این سیستم. این فشارها رو آوردن و تا این نقطه. در مقابل خب آخوند روحانی هم در صحنه سیاسی سیاستش این بود که سرشو پایین بگیره، کرنش کنه، و خلاصه التماس و گدایی این که تنفیذش رو ولی فقیه، به اصطلاح خلیفه دستگاه که همه چی دستشه، یه وقت زیر سوال نبره. در نتیجه خب از نظر سیاسی این موقعیتش تا حدی همینجوری ثابیده شده. بعد در آخرین موزگیری هایی هم که دو سه روز پیش داشت، یک لجن پراکنی به اصطلاح غلیظ هم علیه مجاهدین کرد که اینا جلادن مجاهدین جلادن از
سال 59 اینا پوست میکنن و از این کارها که به نوعی جبران کنه اون موج سواریش روی شعار نجلاد نشیاد رو که اومد گفت آقا در این رژیم یه دهی 38 سال فقط زندان و فقط اعدام کردن که بعد خامنه‌ای گفت سیلی میزنم بهت، برای که سیلی نخوره این دستور رو خواسته خامنه‌ای رو هم اجابت کرد و به این ترتیب خب به هر حال خودشو سامونده. البته خب دعواش با سپاه و سر وسط اقتصاد اینا هم سر جاش هست، حتی الان یه شایعاتی هست تو رژیم که میگن گویا قول داده معاون اولش هم عوض کنه، یعنی این جهانگیری رو که تو انتخابات هم جنگ و دعوا داشت با اون باند رقیب مثلا اینو بذاره کنار. حال من نمیدونم چقدر اینها صحت داره، ولی قطعا یه دعوای مشخصی با عارف از سران همون باند خودش داره بر سر همین مسائل کابینه و بالاخره به هر حال ولی فقیه تو این دو ماه صابونده، حالا تا یه ماه مونده به تنفیذم بایش چه کار بکنه، داره به اصطلاح جبران میکنه شکستشو در اون مهندسی انتخابات. بله خیلی خوب اشاره کردین به صحبت‌های علم الهدا، قابل توجه، اجازه دین ببینیم این اظهاراتشو بعد ادامه بدیم. نگرانی اولمون از تخلفات انتخابات، این تخلفاتی که صورت گرفته چه در مسئله توزیع تعرفه ها و چه در مسئله تقلب هایی که صورت گرفته و توزیع امکانات بیبند و بارانه مالی در بین مردم، قوه قضاییه با اسناد موجوده در این مسائل بر حسب دستور مقام معظم رهبری این برجسته ترین حقوق عامه است که در استیفای حقوق عامه باید اقدام کند، چون ملاک مشروعیت نظام مقام رهبری است، چون ملاک دینی بودن نظام ولایت فقیه است. اگر تنفیذ مقام معظم رهبری نباشد، یه رئیس جمهور در این مملکت 90% رأی مردم رو هم بیاره، بازم حکومتش حکومت نامشروعه. باید تنفیذ ولایت باشه تا حکومت شرعیت پیدا کند. اگر با زاویه داشتن با رهبری اینا بخوان توی عرصه وارد بشن، مردم مشت به دهانشون میزنن. بله آقای تویدی، با توجه به فشارهای خامنه‌ای و همونطوری هم که شما اشاره کردین کرنش و ثابته شدن آخوند حسن روحانی در فشارها و ضربات باند قالب و همین مقوله تنفیذ که مطرح است، آیا خامنه‌ای نمیتونه این شکستی که در انتخابات خورد و شقه‌ای که دچارش شده رژیم رو سرجم کنه و خلاصه سرهم بیاره؟ این تعادل و این عملکرد روحانی طی مدت تجربه سیاسی خیلی واضحی هست جلوی روی همه مردم ایران، نیروهای سیاسی، حتی خارجی ها، که خب در رژیم ولایت فقیه در بر پاشنه حکمرانی خلیفه میچرخه. الان هم این آخوندو شنیدیم چی داشت میگفت. از اون طرف آخوند روحانی یا امثال آخوند روحانی، هیچ کس تو این رژیم اصلا پتانسیل و این که بتونه استحاله و تغییری از درون ایجاد بکنه هم که معنایی نداره. همینطور چیز دیگه رو که خیلی خوب ثابت میکنه این تجربه همین دو ماهی که گذشته اینه که انتخابات اصلا تو این رژیم چقدر مسخره است، چقدر مسخره است و چقدر برجسته میشه الان خیانت یا به اصطلاح دناعت اون تسلیم طلبانی که رفتن در صحنه سیاسی توجیه میتراشیدن برای رأی دادن و شرکت کردن و رد تحریم و اینها، که حالا ببینن این هنو همین در این دو ماه میتونن ببینن که انتخابات تو این رژیم چی هست. البته روشن بود، ولی خب این تجربه جلو چش مردم هست. منتها این که شما میگید که بتونه شکستش رو خامنه‌ای جبران کنه، شقه رژیم رو بتونه ببنده، به نظر من خیر. چرا؟ به خاطر اینکه مدار این بحران، مدار این شقه و این وضعیتی که رژیم بهش دوچار شده، مدار در درون رژیم که بسته نمیشه. این بحران ها،
این مشکلات، این درماندگی، این بن‌بست و این شقه سیاسی هم که در دستگاه هست از این ناشی میشه که بین این رژیم، تمامیت این رژیم و جامعه ایران و مقاومتی که این جامعه رو نمایندگی میکنه و مقاومت عمومی خود مردم، بحران از اونجا ناشی میشه، چون اون بحران سر جاش هست، هم از ناحیه به اصطلاح اوضاع منطقه، هم از ناحیه بین المللی و هم از ناحیه مقاومتی که در مقابل رژیم وایستاده. به نظر من این شقه به اصطلاح قابل جبران نیست برای رژیم، یعنی اینکه بتونه ببنده. ولی بالاخره در نظر بگیریم آقای توحیدی که هر دو جناح، هر دو باند این رژیم خواهان حفظ نظام هستند. از اون طرف هم مماشاتگرا که دنبال این هستن که کماکان مماشاتشون رو با این رژیم ضد بشری انجام بدن. خب چرا نتونه خامنه ای شقه رو جمع و جور کنه و به نظامش یک تعادلی بده؟ این بحث به لحاظ تئوریک و منطقی خب خیلی منطقیه، یعنی سوال و مثلا نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید، صورت مسئله سیاسی اتفاقا پاسخ به همین سوال هست. این برمیگرده به توانایی این سیستم. قهرن اونها هر دو باند دنبال حفظ سیستم هست. قهرن از نظر به اصطلاح مماشاتگران بین المللی اونها هم اولویت براشون منافع خودشون هست. سوال اینه، صورت مسئله اینه، آیا این سیستم، آیا این رژیم در این بحران ها قادره به این به اصطلاح به قول خودشون همگرایی و بستن شق نائل بشه یا نه؟ همین نکته‌ای که شما میگین الان در درون رژیم سر و صداها خیلی سرش بلنده، از قبل هم بود، منتها الان خب وضعیت خیلی حادتر شده. تجربه به عرض یه ماه دو ماه ما داریم یه سری چیزایی رو تجربه میکنیم که در چند سال تجربه باید بشه. در مجلس رژیم داد و بیداد میکنن که آقا واگرایی نداشته باشیم، این همه توی سر هم نزنیم، مگه نمیبینید در منطقه چه خبره، مگه نمیبینید در جامعه بیکاران، غارت شدگان چه وضعیتی هست. اینا رو داد و بیداد میکنن، تو مجلس رژیم میکنن، تو خود جلساتشون هم میکنن، بین خود روحانی و خامنه ای و اینا هم از این نشست و برخواست ها بسیار زیاده. و این سوال اینه، آیا اینا قادرن؟ اینا قادرن اون تعادل رو برقرار کنه؟ این به اصطلاح تجربه ای که ما در برجام مثلا داشتیم. ببینید در جریان برجام وقتی شقه به جایی میرسه میاد این به اصطلاح خواستهای سیاسی سیستم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خب اینها اگر میتونستن همون موقع بود، برجام الان دومین سالشو دارن به اصطلاح بعضی ها مجلس ترحیم میگیرن، بعضی ها فکر میکنن که یه چیزی گیرشون اومده، ولی خب در اساس روحانی به چیزی نرسیده ازش، نه یعنی مسئله از رژیم حل نکرده، مسئله جدی. ولی همون موقع که شروع شده بود، 4 سال پیش که مذاکرات شروع شده بود، خیلی ها میگفتن، رفسنجانی به صراحت میگفت، میگفت تا اوباما هست ما سریع این توافق اتمی و اینها رو، اون جام زهر رو بخوریم، مسئله رو با اوباما تمام کنیم. 2 سال طول کشید، بعد از 2 سال که تازه امضا کردن، هر چقدر طول کشید در نتیجه مجبور شدن بیشتر تمکین کنن، چون اون اول اوباما خیلی پیشکش کرده بود، بعد فرانسه مخالفت کرده بود، بالاخره کشید. بعد هم که انقدر این ماجرا طول کشید دیگه اوباما هم رفت، الان اومده به دوره ترامپ. خب در واقع شقه و اون وضعیتی که در رژیم بود اجازه نداد بهش که حتی منافع خودش رو به اصطلاح بتونه سریع مثلا در دوره اوباما همه کار رو به یه جایی برسونه. الان هم ما شاهد هستیم یه قرارداد توتال اینا بستن. خب این قرارداد توتال روحانی و جهانگیری و اینا میگن آقا این اصلا چقدر ما شانس آوردیم تونستیم اینقدر مثلا چند میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب بکنیم، از اون ور ببینید چه بساطی هست، لایحه سفوریتی ببرن که آقا اصلا این لغو بشه. خب این کشاکش اینا جوریه که نشون میده سیستم در بحرانهایی درگیره، ولی فقیه موقعیتی داره، کل تشتت و تفرقه و شقه اونقدر نهادین است که قادر به بستنش نیستن. صورت مسئله همینه. من فکر میکنم نمیتونه بر شق غلبه کنه. این مانع حرکت اون یکی میشه، اون یکی هم که خب ناگزیره برای اینکه مثلا یک مسئله میتونه حل بکنه، خب این تن بده به همچین چیزهایی. بله.
اجازه بدین باز یکی از این نمونه هشدارهایی که مطرح کردید رو ببینیم در ادامه بحثمون. من سوال آخر رو مطرح کنم. عزیزان، آیا از مشکلات عدیده مردم خبر ندارید؟ مشکلاتی که مؤسسات مالی برای مردم به وجود آوردند را خبر ندارید؟ تهدیدات بین المللی و منطقه‌ای را درک نکرده اید؟ کنگره سالانه ضد انقلاب را رصد نکرده اید که بر چه مسائلی در کشور تمرکز کردند؟ اگر این ابر مشکلات را می دانید و همچنان بر طبل اختلافات و واگرایی ها می کوبید که وای به حال من و شما، و اگر نمی دانید که بعید می دانم ندانید هم وا مصیبتا. امام جمعه دیروز خامنه‌ای هم دیدیم که در تهران که اونم ای هشدار و خطر و اینا مطرح می کرد. حالا آیه تویدی، آخرین سوال من اینه که خامنه‌ای نشون داده که سر بزنگاه ها و نقاط حساس خلاصه مجبور شده عقب بنشینه و عقب نشسته. آیا با توجه به این وضعیت چشم‌انداز چی میشه و مگه مجبور نیست بیاد با همین قراردادها و به عبارتی خلاصه کنار بیاد و کارشو بگذرونه؟ بله، بسیار اصل داستان همینجاست. مجبوره، اجبارهای خامنه‌ای رو کشونده به برجام. قبل از روحانی اصلا خودش شروع کرد و اجبارهای دیگه‌ای هم برش باره. الان از وجناتش و موزگیری‌هاش هم ضعف و درماندگی میباره، ولی بالاخره در سیاست اینها باید ماده بشه و خودشون نشون بده. در سیاست به نظر من خامنه‌ای این رو با تمام وجودش حس میکنه و میفهمه و میگه و بیان میکنه که خلاصه اگه انقباض نداشته باشه و گاردش رو نبنده، کاملا سیاستی هم که مثلا سر خود رئیسی داشت که رئیسی رو آورد کاندیدا کرد، اینها اینه که خلاصه منقبض کنه، دستگاهشو ببنده، گاردشو ببنده در مقابل مسائل. از این کوتا نمیاد علیرغم اینکه اون عقب نشین ها رو میکنه. در نتیجه خب همون داستان معروف چوب و پیاز هست که این از طرفی چوب این عقب نشینی ها رو و جامعه های زهر رو میخوره، ولی از طرف دیگه چون قادر نیست سیستمش، از اون ور روحانی هم برایش راه حل نیست، یعنی پتانسیلی نداره برای اینکه به جایی برسه، هی بر انقباض. مثلا ببینید الان در همین دو هفته اخیر 50 60 اعدام بوده، این انقباض رو ادامه میده. در سیاست حتی روحانی رو اینقدر میسابونه و در نتیجه همون شکافی که صحبت کردیم هست. خب البته تلاش میکنه، قطعا دشمن کارشو میکنه، ولی این شقاق و شکاف هم در دستگاه هست. از اون طرف هم عمل کرده نیروی مردم و نیروی مقاومت هست که از خارج این سیستم در شکاف و شقه این فرصت ها و به سلام مجال های خودشو داره و در نتیجه من فکر نمی کنم خامنه ای مسیر مثلا یه استحاله رو یا یک مسیر مثلا تن دادن به نتایج انتخابات رو در همون دستگاه خودش بتونه بره. در نتیجه به نظر من این باز هم همین شقه و شکاف در سیاست و در بالای هرم باقی میمونه و به نظر من از اون طرف فرصت ها و شرایط بسیار مساعد و مناسبی برای جامعه هست، برای بالا گرفتن اعتراضات هست، برای جنبش دادخواهی هست، برای عملکرد نیروی مردمی و نیروی انقلابی علیه دشمن، ولی خب نبردی است که ادامه داره. بله، بسیار ممنونم آقای تویدی از بحث و گفتگوی این هفته. همچنین تشکر میکنم از همیهنان عزیزی که همراه ما هستند همیشه در بحث ها و گفتگوها درباره چالش های رژیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار شما.